تکنیک جلب نظر و معاشرت با خانوما توی این ویدیو قرار در مورد این موضوع صحبت کنیم با ما همراه باشید سلام مریم جعفری هستم روانشناس بالینی اینجا در مورد تکنیک های روانشناسی که حتما به کارتون میاد صحبت میکنیم خب بریم سراغ این که چه تکنیک هایی میتونیم داشته باشیم که توجه و نظر یه خانم رو جلب کنیم به خودمون خب باید بدونی که خانوما عاشق محبت و توجه هن یعنی که دوست دارن بهشون محبت بشه و توجه بشه اگر میخوای مثل یه آقای جنتلمن توجه یه خانوما دریافت بکنی حتما حواست به این موضوع باشه که به نکات ظریف و ریزش توجه داشته باشی یکم آره یکم ظریف باش و اون نکاتی که زیبایی های ظاهری و زیبایی های شخصیتی میتونی توی طرف مقابلت ببینی رو اصلا فراموش نکن و بهش بگو مثلا مثل چه رنگ موی خاصی چه ناخونه قشنگی کار خودت خودت ناخونه درست کردی یه چیزای شبیه به این از شخصیتش تو چقدر مهربونی چقدر جذابی وقتی میخندی مورد دوم و تکنیک دومی که میتونی به کار ببری اینه که حواست باشه از این افکار قدیمی نداشته باشی که میگن خانوما ضعیفن دخترای خنگ خیلی جذابن هم شما خوب میدونین آقایون هم خانوما که معمولا آقایون خانمای پرقدرت و باهوش خیلی دوست دارن پس اگر که یه حس خوب و یه ذکاوت از طرف مقابلتون میبینین حتما بهش بگین و یادآورشین که دارین این موضوع رو میبینین و توی موارد مختلف نظرش رو بخواین و نذارین بهش اینطور القا بشه که اگر خنگ باشی من از تو خوشم میاد و دوستت دارم مورد بعدی این که مثل هر آدم دیگه خانم‌ها هم گهگاهی عصبانی میشن از کوره در میرن یا یه ذره توندی میکنن حواست باشه به اون لحظه به جای اینکه بگی اه چقدر قر میزنی تو داری دوباره بد اخلاقی میکنی گند اخلاق شدی به جای این کار بهش بگی چه کاری میتونم بکنم حالت بهتر شه دوست داری چه کاری با هم دیگه انجام بدیم و حواستون بهش باشه این یعنی که بازم داری توجهتو نشون میدی و همچنین اینکه نشون میدی من در هر شرایطی تو رو دوست دارم و قبولت دارم توی این نکته باید حواست باشه که صبور باشی و به جای اینکه از کلمه اینکه قرم دوباره داری میزنی گند اخلاق شدی نکنه دوباره یود شدی استفاده کنید سعی کنی بیشتر باش همدلی کنید مورد سوم این که بازجویی کردن در مورد گذشتش کنار بذار آره حق طبیعی توی که اگر باهاش وارد رابطه شدی گذشتش تموم شده باشه اما اینکه بخوای هی در مورد اتفاقای گذشته و گذشتش کنکاش بکنی اصلا نشونه خوبی نمیتونه باشه برای طرف مقابلت و این اصلا حس خوبی بهش نمیده بهش نشون بده که همونطور که الان هست و میتونه برای رابطه تلاش کنه دوستش داری من میگم یه سری کارا رو نباید انجام بدی مثل چی مثل زل زدن اینکه به یک کسی خیره نگاه کنیم و زل بزنیم حتی اگه تو لحظه تو فکر باشی یه توجهمون چیزی جلب کرده باشه از ویژگی ظاهریش احساس ناامنی بهش میده و خانم‌ها متنفرن از اینکه احساس ناامنی بکنن کنار کسی مورد بعدی مسخره کردن حالا درسته میخوای شوخی کنی بگی بخندی و اینجوری توجهش جلب کنی اما با مسخره کردن و باعث میشه نه تنها توجهش جلب نکنی بلکه حس خیلی بدی پیدا بکنه و نتونه اونقدر که میخوای جذاب ببینتت شما بگید چه چیزی باعث میشه که به نظر خانوم ها جذاب تر توجهشون جلب شه